کیست که خانه ای از لاله می سازد، یاری از دلدادگی می ستاند و ساعتی بیاساید و عاشقانه ایثار کند خیش را بر درب این خانه؟ تا سعودی عارفانه را تجربه کند. بسم الله یا سار الله. پس رسول اکرم در حالی که امت همه در پیش او بودند، بر روی منبری از جنس نور ایستاده بودند و فرمودند: هر کس که من پیشوا و دوست و ولی او هستم، پس از این علی مولا و امام و پیشوای او خواهد بود. من کنت مولا فهذا علی مولا. و چه وقیحانه عده‌ای در حالی که بودند و دیدن این منبر نور را، با آن همه تلالو و آن همه نور که چشم خلایق را پر می کرد از حضور، گفتند که ندیدند و گفتند که نشنیدند. و اما بعد، منبر از جنس چوب است و آفریده به دست نجار که از جنس شقایق و ارغوان است، تا تازه کند جان روح خسته خیش را از برای صعود معنای عشق. بلند می سازد این کرسی را تا به عرش رساند پیام الهی را از زبان ائمه معصومین. و چه حالی است آن زمان که این کرسی بلند پر باشد از مصائب حسین علیه السلام و شور باشد از اشک‌های رمیده از سینه‌های سوخته عاشق. و حالا این مرد ایستاده اینجا با باوری که در نهان خانه دل سخنها گفته است، با هر ضربه‌ای که بر میخ عشق خود فرو میبرد، بر این کرسی بلند و دل و جان را با هم به این منبر وصل میکند تا شاید شبیهی باشد از آن منبر نور که رسول الله دست ولی خدا را به عرش متصل کرد. شبیه که میگویم، منظورم آن است که هر کس بر آن می نشیند فریاد مظلوم علی را برآورد از وجود خیش، تا شاید شبیهی باشد از آن منبر نور، از آن منبر آقا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. عرض سلام دارم محضر حضرت عالی. از شبکه امام حسین علیه السلام در خدمتتون هستیم با برنامه کلید سعادت. یک برنامه‌ای که در مورد هنرمندان حسینی ساخته میشه و از اونها گزارش ها و فیلم های گرفته میشه و تقدیم بینندگان این شبکه میشه. جناب آقای کربلایی، برای ما بگید که از کی این حرفه رو آغاز کردید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابو عبدالله الحسین. رشید کربلایی هستم، معروف به کربلایی. حدوداً از کی که در حدود 20 سال شاید کار منبر انجام میدم، ساخت منبر، و الان در حدود 15 سال تا 12 ساله که حرفه‌ای دارم، مرتب هر روز سر کارم با ساخت منبره. و حالا از بین رشته هایی که معمولا در حرفه نجاری هست، چرا شما آمد منبر سازی رو انتخاب کرد؟ انتخاب فکر نمی کنم انتخاب خودم بود. کار منبر سازی یه جور احساس میکنم که این حرفه، این کار منبر سازی یه جایی توی زمانی به من هدیه شد، یعنی لایق شدم که کار منبرسازی رو شروع کنم. و انتخاب من تو کار نجاری چیزای دیگه بود، ولی هی به هر سمت و سویی میرفتم و آخرش برمیگشت روی منبرسازی. حالا در مورد همین شغل منبرسازی بگید، در مورد اینکه خود منبر که یک منبر اصولی داره معمولا تو ساختنش،
یکم از این اسلوب و اصول خود منبر که حالا معمول میگن مثلا منبر چند پله‌ای، دو پله‌ای میگن، هشت پله‌ای میگن، این علت این چی است که پله‌هاش متفاوت میشه و شکل و شمایلش فرق میکنه؟ حالا قدیم که منبرایی که ساخته میشد اکثرا بلند بود، مثلا هشت پله، نه پله، ده پله. اینو سوال کردم از قدیمی ها از بابت اینکه چرا انقدر منبرها بلند بوده، الان چرا میان بیشتر تمایل مردم به منبرهای کوتاهه. این سوالو کردم، به این نتیجه اینجوری فکر میکنم رسیدم که میگفتن قدیم این سیستمای صوتی که الان هست نبوده، مجبور بودن که روحانی رو تا میشه بالا باشه، مسلط باشه به حساب مجلس و صداش برسه به همه مردم، به خاطر اینکه جلب توجه بکنه مجبور بودن که مثلا نقطه بالایی بنشوننش. به خاطر همین منبرها رو پله‌هاشو بلند می‌گرفتن. الان این وسایل صوتی که اومده، این پروجکشن‌ها و نمی‌دونم دوربین‌ها و این اکو و استریوهایی که هست و اینا، دیگه نیازی نیست انقدر این حاج آقا رو بالا زحمتش بدن، همین دو سه تا پله منبر کافیشه و صداش خیلی رساتره نسبت به قدیم و اینطوری فکر میکنم الان میل به خاطر سبک ساختنش حالا در کشورهای مختلف فرق میکنه یا نه یک اسلوب خاصی رو دنبال؟ ما برای ساخت منبر یه منبری میخواستیم بفرستیم برای سیدنی استرالیا، اون دوستی که اومده بود سفارش این منبر رو داده بود، از توی اینترنت یه حدود 100 تا عکس از منبرهای مختلف در سر و سر جهان کشیده بود، بیرون آورده بود. نگاه که کردم دیدم تقریبا با حالا با یه کمی اختلاف همه توی استیلوی فرمه منبرها از همه جای دنیا که عکساشو آورده بود، نگاه کردم دیدم تقریبا توی فرم چینده شده، یعنی مثلا فقط منبرهای اهل تسننه که ورودیش در داره و وگرنه بقیهش همش یه جور دیدم من. جناب آقای کربلایی، تا حالا بر مکانهای خاص منبر ساختید؟ اماکن مقدسه؟ عرضم خدمت شما که مکانهای خاص که چرا ساختیم منبر، ولی مثلا مثل حرمی مثلا امامزاده اینا باشه نه. مکانهای خاص کلن منبر تو مساجد میره، نهادهای مختلف خریداری میکنن منبر، مثلا هیئات مساجد و خب دوست دارم که یه روزی هم بشه این افتخار که حالا یه منبر بسازیم برای حرم آقامون امام حسین یا قمر بنی هاشم، یه یادگاری از ما اونجا باشه. یه منبری که میخواد ساخته بشه از ابتداش داره نقشش طراحی میشه تا موقع تکمیل میشه تقریبا چقدر وقت میبره؟ یه منبر معمولی که الان بخواد ساخته بشه خیلی ساده باشه 2 هفته وقت میخواد، یعنی 2 هفته وقت منو میگیره تا یه منبر ساخته بشه. ولی خب منبرهای سنگین تر 40 روز، 45 روز، کارهای طرح گره چینی و اینامون کارهای سنگینمون گاهن تا 2 ماه هم طول میکشه ساختش. جناب آقای کربلایی، با توجه اینکه خروجی کار شما معمولا در جاهای مقدس هست، مساجد، حسینیه ها، قبل از اینکه شروع کنید یک منبری رو از روز اولش بخواید بسازید، چه مقدماتی از لحاظ حالا روحی و جسمی در خودتون ایجاد میکنید؟ ما کارمون با توجه به این مسئلهش و فرمایش جنابالی یه کاریه که یه حالت تقدس خاصی داره، یعنی حس و حالی که در کارگاه واز میکنی وقتی که وارد میشی باید یه حال خوب باشه. عرضم به خدمت شما که همیشه سعی میکنم یه آمادگی اینطوری داشته باشم از لحاظ نظافت، طهارت، پاکیزگی بهم. یه چیزایی رو رعایت میکنم، یعنی خیلی چیزا رو رعایت میکنم اینجاها تو ساخت منبر، سعی میکنم که حالا به خاطر از جنسی که بهتره استفاده بشه، یعنی خیلی مسائل رو چون که صاحب کار کسی دیگه ایه و باید اونطوری، یعنی یه جورایی رعایت خیلی از مسائل میکنم اینجا سر کار. بله. من اون که دارید کار میکنید و مشغول یک کاری هستید، مثلا این منبر این برای کنیم سفارش کنم یا این برای فلان حسینی هست، اسم امام حسین میاد جلو، به هر حال خب منبرها بیشترین استفادهش در مورد خود شخص امام حسین است و مسائل امام حسین،
در حین کار بالاخره وقتی انسان داره تمرکز میکنه روی کاری، خب یک فکرها و یک حرفهایی به ذهنش میرسه. از اون حال و هواتون برام بگید در موقعی ساختن یک منبر برای امام حسین. عرضم به خدمت شما که ما بعضی وقتا مشتری میاد میگه آقا این منبر برای امام حسین، هم من میخندم میگیره هم خودشون، منبر استفاده دیگه ای نداره به. فقط یه مورد استفاده است برای اهل بیت خاص آقا ابو عبدالله. ما اینجا حال هوایی که اینجا ها داریم، حاجی وقتی که میاد مثلا ساعت 10 صبح حالا یه چای اینجا با هم دیگه میخوریم سر کار، و عصری همینطور یه فرازی میریم توی مسائل هیئت در طول سال، یه گفتمانی میشه بین بانو پدر از کربلا، از عزاداریا، از اینا یه صحبتایی میشه. بعد ظهر که میره خونه از چای خونه ایراد میگیره، میگه این چای درست نیست، خوب نیست، درد کن. رشید درست میکنه، به دلم میچسبه. یه روز مادرم زنگ زد گفتش که تام حاج خانم چیه؟ گفتش که این چایی که میگیری مارکش چیه؟ گفتم همین چایای معمولیه مادر. چطور؟ گفت هر جور چایی درست میکنم برای حاجی ایراد میگیره، میگه درست نیست، جا نیفتاده، نمیچسبه بهش. گفتم آخه مادر اینجا ما قبل از اینکه چایی رو بخوریم تا دم بکشه یه سری میریم کربلا، تو یه سری میریم تو عزاداریا، تو هیئت‌ها، این حال و هواش عوض میشه. این چایی رو که میخوره انگار یه حال خاصی داره براش، و این حرف اونجا نیست، وگرنه چایی شما که حرفی نداره. حالا به نظرتون با توجه که ما اعتقادمون بر این هست که هر کی میخواد تو دستگاه امام حسین علیه السلام بیاد باید انتخاب بشه، به نظرتون در بین حالا این کارگاهی که اینجا هست، چوب‌های مختلف اینجا میاد، به نظر شما چوب‌ها هم لیاقت پیدا می‌کنن که استفاده بشن در یک منبع؟ یعنی اونها هم به نظر شما مقطعات چوب، یه قطعش پلتی میشه، یه قطعش میاد در داخل کار استفاده، به نظرتون این چوب‌ها هم انتخاب میشن آیا؟ من اعتقادم برای اینه که حتی چوب‌ها هم انتخاب میشن بابت این کار. یه وقتایی دلالای چوب مثلا هستن، تماس میگیرم میگم کربلا یه چوب خوب اومده، میرم میبینم چوبم ظاهرا خیلی خوبه ولی آخرش معامله نمیشه، یعنی نمیاد به کارمون، و احساس میکنم که برای خرید چوب خیلی مثلا یه زمان خاص رو ندارم. هر وقت شد، هر وقت احساس میکنم که دستور داده میشه که این چوب باید خریده بشه، یعنی یه حس، یه اعتقاد اینطوری دارم که چوبم باید انتخاب بشه برای کار. در مورد اینکه حالا یک منبر به نظرتون چقدر میتونه در رشد مذهب مؤثر واقع بشه؟ یک منبر از لحاظ کیفیت و زیبایی وقتی در حسینیه قرار میگیره، به نظرتون چقدر در تعظیم شعائر مؤثر میتونه بشه؟ خب یه منبرم تو هیئت و تو حسینیه یه جزء مهمی از وسائل و برنامه‌هایی که اون مجلس باش برگزار میشه. مثلا یه اسم خاص مخصوص داره منبر، اصلا یه وسیله ای که خاصه تو هیئت، یه تقدسی داره. گاهن من دیدم کسایی رو تبرک میکنن از منبر، دست میکشن به منبر به صورتشون. تو اعتقادات ما، تو باورای ما این منبر یه چیز مقدسیه، و چون ذکر مصائب آقا ابا عبدالله میشه یه حال خاصی داره، و به نظر من این مهمه، خیلی یکی از وسایل مهمیه که میتونه برنامه داشته باشه. حالا در مورد حالا به این فکر کردیم که در طول تاریخ از صدر اسلام اگر بخوایم حساب بکنیم منبرهای مختلفی بوده، در زمان پیامبر اکرم اهل بیت علیهم السلام، و حالا به این فکر کردیم که این منبر توی در سیر تاریخ چه چیزهایی به خودش دیده، چه حرفهایی رو شنیده و تحمل کرده خودش. حالا من خودم چون کارم منبرسازیه رو این کلمه یک کمی حساسیت خاص دارم، حالا چه گاهن تو فیلم ها مثلا نشون میده، من همه دقت هم میشه رو ساخت اون منبری که اون حاجی روحانی داره روش روزه میخونه، یا تو نمایشنامه ها، سریال ها، و تو حتی توی مصیبت ها و ذکر مصیبتی که میشه. من منبر وقتی که یکی از مهمترین مجلس ها، وقتی که آقا
تو مجلس یزید آقای امام زین العابدین به یزید گفت برم رو این چوب ها، نگفت منبر، برم رو این چوب ها. و وقتی که شروع کرد اون خطبه رو خوندن، اون به نظر آقا فکر میکنم رسید که این الان دیگه منبر شده، چون ذکر مصیبت اهل بیت روش گفته شد. و تو تاریخ منبرهای مختلف گاهن توجه کردم به اینکه منبر رسول الله، آقا رسول الله بالای منبر بوده، مثلا خطبه هایی که میخونده، مجالسی که داشته، یا ورود آقا امام حسین به مجلس در حین اینکه رسول الله بالا بوده. بله توجه به این مسئله داشتم. حالا به عنوان کسی که مدام همونطوری گفتید ما اینجا بحث امام حسین رو داریم و این در و دیواری که من اینجا تو این کارگاه میبینم جاهای مختلفش نام امام حسین علیه السلام نقش بسته و نوشته شده، دست نوشته ای هست. وقتی توی یک فضای روزه قرار میگیرید، کسی که به هر حال مدام با این نام امام حسین علیه السلام عجین باشه، حالش خیلی فرق میکنه به کسانی که شاید کمتر باشه. تو وقتی توی روزه امام حسین قرار میگیرید چه حس و حالی دارید؟ مثلا اون وقتی که از مجلس روزه تموم میشه و میخواید بیاید بیرون از اون حسینیه یا از اون مسجد؟ ما عرض کردم خدمتون بیشتری وقتمون با اهل بیت میگرده، چون کارمون کاریه که درگیره با هیئت با امام حسین. گفتمانمون بیشتر راجع به هیئت و عزاداری و هیئت فلان تو کربلا چجور بود و اینا. و وقتی که حالا بیشتر تو این ماجراها قرار داریم و حال خاصی به نظرم میرسه بیشتری وقتا داریم، تو هیئت هم که میرم، وقتی که حالا به قول شما وقتی که خارج میشم، یه احساس سبکی خاصی میکنم، یعنی احساس میکنم روحم یه کمی صیقل پیدا کرده، یه کمی از مادیات و دنیا خارج شدم، توی فضایی بودم که روحانی بوده، اعتقادات من تو اون فضا بوده، باورهایی که سالهاست باش دارم باشون زندگی میکنم، اون مکان مخصوص اون قصد بوده. حالا از بین روزه هایی که میشنوید در حسینی ها و مساجد، با کدوم روزه خیلی معنوس هستید و باش ارتباط برقرار میکنید؟ من دو جاست، دو تا نقطه است تو کربلا که منو نمیذاره رد بشم ازش، یعنی هنوز موندم توش. یه وقتایی با خودم میگه اگر یه وقت قرار باشه سوالی از آقا سید الشهدا بکنم، ازش برای حالش تو اون دو تا نقطه بپرسم که چه حالی داشت یا چه جور تونست هضمش کنه اون ساعتها رو. حالا یکیش نگه داشتن این طفل کوچیک رو دسته برای درخواست آب، طلب آب کردن، و اون حالتی که براش اتفاق افتاد و اون مصیبتی که انجام شد. دومیش هم جایی که خیلی منو اسیر خودش کرده، وقتی که آقا میاد بالا سر بالین شاهزاده علی اکبر و اون حالو میبینه. خیلی گاهن در طول سال شاید چندین بار همین روزه رو خودم با خودم تنها میخونم و باش عشق میریزم و تو خلوت خودم، تو تنهایی خودم باش حال میکنم، یعنی اون حالته اونی وسط ساله، ولی خب میکشه مسئله به اینجاها و خودم میخونم روزه رو، خودم گریه میکنم، خودم مسئله رو جمع میکنم. این دوتا نقطه حال منو خیلی دگرگون میکنه. به نظر شما اگر امام حسین علیه السلام قبول نمی کردن بحث شهادت رو، امروز ما در کجا قرار داشتیم؟ دین ما به کجا کشیده می شد؟ البته من در حدی نیستم که حالا بخوام خیلی تفکر یا مثلا اینطوری ریشه ای برنامه رو ببینم، ولی شهادت آقا امام حسین ریشه اسلام رو احیا کرد، یعنی ریشه دین ما رو آبیاری کرد امام حسین با خون خودش و خون اصحابش. امروز هیئت ها میبینید که در طول سال یه جوان شاید خیلی مسائل رو به بیراها بره، ولی یه محرم که میاد وارد محرم و هیئت ها و اینا که میشه، از این رو به اون رو میشه حالش. این هیئت ها و حسینی ها من خیلی کسا رو دیدم، از جمله خود من،
خیلی حالمو عوض کرده تو زندگی. خیلی وقتا تو تنگنا افتادم، از دریچه اعتقاداتم و باورهام، اتصالم، ارتباطم با اهل بیت استفاده کردم و از اون مشکل رهایی پیدا کردم، نجات پیدا کردم. در قصه شغل نجاری میتونم بگم که شغل خیلی جالبیه و من خودم از کودکی خیلی دوست داشتم که نجار بشم. چرا؟ چون البته فکر کودکی می بود که نجار مثلا از این خورده چوب ها، که شاید ماها که نجار نیستیم بگیم این خورده چوب ها به چه دردی میخوره، میتونه یه کالسکه خیلی قشنگی درست کنه. چوب هم رنگاش مختلفه دیگه، ابعادش مختلفه. شاید ما یه نگاه سرانگشتی و سطحی که بکنیم بگیم این چوبا به هیچ دردی نمیخوره، ولی این نجار اگر حوصله داشته باشه، کاری نداشته باشه و دوست داشته باشه که یه کار دستی خوشگل برای نوش یا بچهش درست بکنه، از همین چوبایی که ما خیلی برامون بیارزشن میتونه یه کار خیلی ارزشمندی رو درست بکنه. هنر نجاری خیلی هنر جالبی است، از کار دستی گرفته تا دکوراسیون های آنچنانی میتونه جناب نجار با هنری که داره چه ها که بکنه، که واقعا هر بیننده ای رو نسبت به اون دکوری که ساخته متعجب بکنه. البته نجاره و میخش، نجاره و چکشش، نجاره و عرش، چسبش، منگنش، مترش، تمام این وسایل نجاری اگر فراهم باشه و نجارم حوصله داشته باشه و قصد داشته باشه که کار خیلی خارق العاده ای رو، خیلی قشنگی رو خلاصه انجام بده، میتونه از همین وسایل یک وسیله‌ای که سالها ازش استفاده بشه و ارزم بزنه که بازدهی داشته باشه، بهره بده، میتونه بسازه. البته هر چوبی هم به درد نجاری نمیخوره. حالا من در شغل نجاری چون تخصص ندارم نمیدونم که همه تمام دنگ و فنگهای این شغل رو که من نمیتونم بگم، ولی اون چیزی که به ذهنم میرسه اینه که هر چوبی به درد نجاری نمیخوره. اول باید ببینیم هدف از نجاری چیه، میخواد چی درست بکنه، چه سفارشی بهش دادن. یه وقت عشق خود نجار هست که میخواد یه چیزی رو درست بکنه، بعد ببینیم که اون چیزی که ساخته میشه کجا نصب میشه. یه وقت ما مثلا یه در میخوایم بسازیم، مثلا میخوام برای اتاق یه در بسازیم، برای اتاق یه وقت یه در بسازیم، مثلا میخوام برای اونجا که دستشویی میره و روشوری. هر دو تا در چوبیه، اما ساختش، شکلش، نوعش، ملاحظاتش به خاطری که اونجا آب بهش میپاشه و با آب سر و کار داره از یه چوب دیگه استفاده میشه تا مثلا درایی که هیچ وقت آب بهش پاشیده نمیشه. میخوام بگم خیلی مشکلات هست و خیلی نکات ریزی رو جناب نجار در نظر میگیره. هر چوبی، هر میخی به درد نجاری نمیخوره، هر چسبی به درد نجاری نمیخوره. با هر چیزی نمیشه نجاری بکنی، هر شغلی خلاصه هدفی رو داره، هدفی رو دنبال میکنه، وسایل خاصی رو میطلبه، ابزار خودش رو میخواد. من از نجار خیلی خوشم میاد چون تمام کاراش با اندازه است، حساب کتابه. مثلا اگر بخواد در بسازه، اگر چارچوب در با لنگه در 1 سانتی 2 سانتی حداقل، مثلا 1 سانتی، حتی 1 سانتی یا 2 سانتی با هم دیگه اختلاف داشته باشن، لنگه در بزرگتر باشه و چارچوب کوچیکتر یا برعکس، این با هم جفت نمیشه. لذا خیلی نجار باید دقت بکنه، همینطوری چوب رو نمیبره، بی حساب نمیبره، خیلی دقت میکنه که دورریز این چوب کجا میره. مثلا وقتی میخوان یه چوبی رو ازش استفاده بکنن برای یه کاری، حساب میکنن ببینن از همین چوبایی که استفاده قبلا شده میشه اونی که میخوان رو ازش در بیارن که اسراف نکنن، چوب رو حرومش نکنن. اینا رو ما چون نجار نیستیم خیلی ملاحظه نمیکنیم، دقت نمیکنیم. اما یه وقت نجار وقتی 1 ساعت داره نجاری میکنه، صدها نکته رو در نظر میگیره که خلاصه بتونه با هزینه کمتر، با ریخت و پاش کمتر، با دورریزی کمتر بتونه یک چیز خیلی خوبی رو درست بکنه. خدا هم یه جوری میخواد بگه حواستون جمع کاراتون باشه، این که میفهمه فمن یعمل مثقال ذره
خیرنگره یا شرنگره، یه جوری خدا میخواد به ما بگه شما هم نجار هستید ها، مواظب باشید ها، اینجا کوتاه بیاین، اینجا افراد کنین، اونجا تفریط بکنین، بعد زندگیتون با هم جفت و جور نمیشه. حواستون جمع کلماتتون باشه، حواستون جمع برخورداتون باشه. این که قرآن میگه الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین، این خودش یک نوع شغل نجاری رو آدم به ذهنش خطور میکنه که وقتی میخواین دختر انتخاب بکنین باید به پسر بیاد، خانواده ها به همدیگه بیان. قدیم میگفتن خدا نجار نیست ولی در تخت رو خوب به هم میندازه و جفت و جور میکنه. ماها تو زندگیمون صبح که بیدار میشیم تا شب که میخوابیم در بیانمون در رفتارمون هی داریم نجاری میکنیم دیگه. درسته چوب دستمون نیست، کار چوبی نمیکنیم، اما همون حساب کتابی که نجار داره اگر ما نداشته باشیم اون وقت میتونیم خیلی فرصت ها رو از دست بدیم. یه نکته دیگه هم که هست، نجار از این شغل نجاری واقعا خیلی میشه استفاده اخلاقی کرد. مثلا همین کتابخونه که الان پشت سر منه چون به نیت کتابخانه ساخته شده، این چوبی که الان کتاب ها روش قرار میگیره میان حساب میکنن که آیا این چوب میتونه این وزن کتاب رو متحمل بشه نه. اگر یه مقداری طولانی باشه مساحتش، من بعض جا دیدم که نجار میاد یه کمکی زیر این طبقه میگذاره که طبقه شکم نده. میخوام بگم که نجار فاصله ها رو در نظر داره، جنس چوب رو در نظر داره، برای چی این چوب داره، برای کدوم هدف استفاده میشه، همه اینا رو نجار ملاحظه میکنه که مردم اگر پول میدن استفادهش هم ببرن، لذتش هم ببرن. قفسه کتاب خونه با دکور منزل با هم تفاوت داره، همش از چوبه، اما قطر چوب، اندازه یه چوب، شکل چوب، طرحی که رو چوب میاد و اون طرحی که بهش میدن باید هر هدفی رو نسبت به اون هدفی که دارن طراحی بکنه. خلاصه نظر قیافه، شکل، طرح، نقشه، همه اینا باید نجار در نظر بگیره، همه اینا رو، تمام ریزکاری ها رو، تا بتونه یک چیزی که سفارش بهش دادن و از وسایلی که داره یه چیزی رو بسازه که هم دعاگوی دعای مردم پشت سرش باشن، هم پولی که میگیره حلال باشه، هم تخصصش و هنرش رو زیر سوال نبره. من فکر میکنم که از همین که چوب باید طاقت داشته باشه، مثلا تو دکوری وقت مهان یه ظرف مثلا سنگین چینی رو بگذارن، خب اینو نمیشه از یه چوبی که خیلی نازکه یا مثلا یه خلاصه جون نداره تحمل بکنه بیان از اون چوب استفاده بکنن. باید ببینن به این دکور چه وزنی قرار میگیره، آیا میتونه اون وزن رو تحمل کنه یا نه. ما هم باید توی دستورالعملی که داریم بین اون امر و نهی میکنیم ببینیم نکنه خدا نکرده تکلیف به مالای اتاق نکنیم. الان خدا رو ببینیم، خدا تو قصه نجاریش خیلی جالبه، مثلا کسی که مشکل معده داره میگه نباید روزه بگیره. چرا؟ چون نمیتونه تحمل کنه این تکلیف رو. اصلا تکلیف و تکلف یعنی زیر بار رفتن، زیر بار مسئولیت رفتن. من فکر میکنم که تو قصه نجاری ما خیلی تو زندگیمون بتونیم درس ازش بگیریم. همین که کنار یه دکوری وای میسیم و یا مثلا به یه دکوری نگاه میکنیم، فقط طرح نجاری بهش نگاه نکنیم، درس های اخلاقی هم ازش بگیریم، به بچه‌مون، به شاگردمون، به کارگرمون، به مردم تکالیفی ندیم که اینا نتونن تحمل بکنن. من فکر می‌کنم از هر شغلی بشه استفاده تربیتی و اخلاقی کرد. من از شغل نجاری خیلی خوشم میاد چون خیلی ازش درس می‌گیرم. السلام علیکم و رحمت الله.